درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی موضوع روز است مهمانی کاشانه های شما. خب امروز در مهمانی برنامه دعوت نمودیم دکتری روانشناس محمودی کبیرو. خوش آمدید به برنامه موضوع روز. سلامت باش. خب امروز میخواستیم درباره وضع روانی انسان در شرایط کرونا ویروس، یعنی شرایط امروزه صحبت آوریم. آثار جسمی کرونا ویروس کووید 19 میگذرد، ولی اثر روانی و روحی آن در خاطره مینه دیر باز باقی میماند. بیماران بعد از شفا یافتن از زیقی، سوسی بدن شکایت میکنند. از نگاه روانشناس سبب در چیست؟ سرشت انسان از دو قسم عبارت است، قسم روانی و قسم بدنی، یعنی پسیخیکا و سوماتیکا. و همین طور یک علم نو امروز صبح آمده است که آن را پسیخوسوماتیکا میگویند، یعنی تاثیر روانی و بدنی انسان. و تفاوت های ما هم چنین هست که ما بر روان تاثیر رسانده بدن را تفاوت میکنیم. و امروز معلوم است که نه تنها پس یعنی که روان به بدن، بلکه بدن هم به روان اثر میرسانده است. در مسئله بیماری کرونا ویروس کووید 19 ما میبینیم که بدن انسان به روان تاثیر میرسانده است. در وقتی که انسان بیمار میشده است، مدت معینی یا که بدن خودش میتواند که این بیماری رو مغلوب کند، یا که کمک دکتران و دارواری هایی که آنها میکنند میتواند این بیماری را رفع کند. ولی وقتی که جواب میدهند به خانه، آدمان بیماری را از سر گذرانده بسیار وقت از سستی و از زیخی و از روح افتادگی شکایت میکنند. چرا چنین میشود؟ مسئله ای گوییم که روح افتادگی و زیخی در آن است که وقتی که بدن انسان روبرو میشود به این بیماری، قوه عصب لازم است، نیروی سریش در کار است که این بیماری رو مغلوب کنند. از آن جمله برای فعال کردن مثلا قوه های دفاعی مسئولیت، ایمونیتیت، قوه زیادی عصب صرف می شود. داروهای بسیار گرمان های قیمت، اگر گویم از لحاظی گویم که آن قدرتی بدن حاصل می شوند و آنها ایمونیتیت رو فعال می کنند، ایمونیتیت مبارزه می برد. باز هست مسئولیتی که خود عضو ها دارند، باز گردش خون هست، باز مبادله ماده ها هست، بسیار چیزهایی هستند که سرشت انسان قوای زیاد صرف میکند. و در برنامه هایی هستند که ما آنها را اگر پپکا فایل گوییم، نسبت به زندگی خود انسان، مثلا آرزو، هوس ها، مقصد، مرام، آن نیت هایی که دارد، هر یکی این از عصب قوت میخواهد. در حالتی مثلا چنین فوق‌العاده ای که بدن روبرو شده است به این بیماری، بسیار قوای عصب صرف می شود و از اون جمله همین گویم که برنامه های مینه سر قوه طلب می کند. مینه آنها رو در حالت خاموشی می آورد، آنها رو غیر فعال می کند. برای همین وقتی که انسان به مینه سر خود نگاه می کند، می بیند که یکان آرزو و هوس ندارد. خوشبختی انسان، که زنده دلی انسان از همون آرزو و حواس و نیت هایی هستند. وقتی که این برنامه ها در معنی سر خاموشند، البته یک زیخی، یک روح افتادگی در انسان پیدا میشه، چون که دیپریسیا بیماری روح افتادگی این انا همین است که اگر در معنی سر آرزو و حواس ها، مقصد ها، برنامه ها، نقشه ها نباشند، چون که این برنامه ها سبب حاصل شوی داروهای خوشوقت کننده، داروهای مثلا قدرت دهنده، به یک سمت روانه کننده، یک استیمول اگر ما به زبان علمی گوییم، می دهند که انسان را به این یا آن کار وادار می سازند. برای هم در نبودن چنین داروها و نبودن این برنامه ها، معنی سر روح افتاده و زیخ می شود. ولی ناامید نشوند، بدانند که در مدت معینی ممکن است که این برنامه ها خود به خود باز از سر نو برقرار شوند، باز داروهای معنی سر حاصل شوند. و اگر دیرتر شوند ما کمک میکنیم متخصصان. در مسئله سستی بدن باز همینطور قوه زیادتی که در مشک ها میرفت آن رو معنی سر میگیرد و وقتی که قوه گرفته میشد آن رو صرف میکند در مبارزه بر ضد بیماری، برای برقرار کردن. تصور کنید که در یکان شهر اگر جنگ شود، خانه ها ویران میشن، کوچه ها ویران میشن،
درختان میشکنند. برای این وقتی معینی لازم است که آنها را برقرار کنند. همین طور در معنی سر انسان است که وقتی با یک بیماری جدی تر روبرو می شود، قوای زیادی خود را برای برطرف کردن آن صرف می کند و باز ناگفته نماند که بغیر از این خود زهرهایی که در نتیجه ویروسمیه، یعنی گردش ویروس در خون می شود و تاثیرات آن به معنی سر از آن جمله یا این یا آن عضو، می توانند این زهرها که از مثلا نتیجه جنگی بین قواهای دفاعی سرشت و همین ویروس با وجود آمدن، می توانند که معنی سر رو تاثیر کنند و به شکل افتوماتیکی معنی سر قواهای زیادتی رو از مشک ها بگیرد و بسیار برنامه های خود رو غیر فعال گرداند تا اینکه قوه رو استفاده برد در مبارزه صحت شوی. چرا ترس و هراس عموماً در انسان پیدا می شود؟ بیماری کرونا ویروس که در بدن اثر می رساند و پیش از آن که در بدن مثلا اثر رساند، حالت روانی رو اطلاعات دیگر می کند و همین طور می تواند که همین اطلاعاتی که در معنی سر وارد می شود و اطلاعاتی اگر ناراحت کننده ترساننده باشد، آبرز و صورت هایی که ترساننده با وجود می آورد در معنی سر و فکرها و آبرز و تصویرهایی که در معنی سر پیدا شدند، اینها می توانند تاثیر رسانند به مغزهای مابینی یا اینکه مرکزهای زیر قشر و همین طور از آن جمله در هیپوتالاموس که پوفیز داروهای حاصل شوند که آدم به ترس و هراس گرفتار شود، بدن او را به حالتهای فوق‌العاده بیارد و حالت استرسی را بلند کند و همین طور داروهای ضد استرسی که حاصل می شوند، آنها در نتیجه زیاد حاصل شدن همون عضوهایی که از آن جمله مثلا غدودی بالا گرده حاصل میکنند، میتوانند مانده شوند و این مانده شوی سبب این میشد که این داروها کم حاصل میشند و مرکز ترس در معنی سر فعال میشود، چون که مرکزی هست که اون رو ما مرکز ترس میگیم و در نتیجه ای که این مرکز حاصل میشد، یک سببش انا همین باشد، اگر تاثیر اطلاعاتی به معنی سر، طرف دیگر این روبرو شدن آدم با حالتی بسیار جدی فوق‌العاده، یعنی که انسان در حالتی میبیند که مرگ و گویم که حیات است و در این وقت انامه حالتی نامعینی میتواند که انگیزه بدهد مرکز ترس و داروهای همون ترساننده و ناراحت کننده هراس دهنده به حالت فوق‌العاده آوردن قوه های دفاعی معنه و سرشت یعنی که پیدا کنند. ما گفتیم که یکی از همین عامل هایی که میتواند مرکز ترس رو بیدار کند که این عامل عامل اطلاعاتی است، دیگر میتواند که این عامل عامل خیمیایی یعنی کیمیایی باشد، در نتیجه حاصل شدن ماده های ضررآور، زهرهایی که در نتیجه انا همین بیماری در سرشت انسان پیدا میشن و آنها به معنی تاثیر رسانده از آن جمله به مرکز ترس و همین طور داروهای حاصل میشن که حالت بدن رو ناراحت میکنن و ترس رو و هم رو با وجود میارن. البته سبب دیگر این سبب در حالت حیات و مموت بودن انسان است. وقتی که انسان تنها هست با همون بیماری خود رو بروکی هست و همین وقت گویم که نامعینیه که چی می شود، همین نامعینی می تواند که انگیزه بدهد مرکزی ترس رو. و چیزی دیگر این البته حالتی که همون آدم رو می افتند، یکیش همین تنهاییه که انسان مثلا با او خبرگیر کم هست، من پیش اومیان همه با لباس های مخصوص، انا همین حالت میتواند که تاثیر روانی هم رساند، ولی به هر حال که امکانات هست مثلا با واسطه تلفن های موبیلی میتوانند خشتبار زنگ زنند و این کسا را دستگیری کنند. انا همین حالت اگر اطلاعات خوبتر باشد و دستگیری خوبتر، میتواند این تاثیر نرساند، یعنی تنهایی خود را حس نکند، ولی به هر حال تنهایی در وقتی تبابت هست، آدم به خودش هست، آدم خودش رو میشناسد. و البته سبب های دیگر این نوع عصب است. بعضی آدم ها هستند که بسیار واقعه و حادثه ها را اول با چشم ترس نگاه میکنند، چون که آدمان گوناگونند، آدمان اساسا فکری
کسایی که مثلا بیشتر با فکر سر و کار میکنند، آنها بیشتر وقت اگر در همه حالت فکری خود به دست نگیرند، فکر میتواند منفی شود، بدبین شود و آنها بیماری همین حالت ترس را در خود انگیزه دهد. برای بهتر ساختنی عصب و حالت روانی چی باید کرد؟ خیلی که خوش خبر دادیم که بسیار وقت چنین حالت ها از آن جمله ترس و هراس و زیقی و روح افتادگی و درد های گوناگونی بدن و اینکه سستی بدن، اینها خود به خود بسیار وقت می گذرند. ما در مشاهده ها دیدیم که مثلا یک هفته، یک و نیم هفته، دیر دو هفته، انا همین وقت اگر آدم باز بر خود زیان های اطلاعاتی نرساند و مثلا رعایت نکند دم گرفتن رو، غذای خوب خوردن و مثلا خوابش نقص کردن و حرکت های معین برای گردش خون کردن، اینا رو اگر رعایت نکند میتواند که باز خودش رو با مشکلی ها گرفتار کند. ولی در حالتی که اگر این چیزها نگذاشتن، این علامت های بیماری نگذاشتن، ما میتوانیم آنها رو کمک رسانیم، کمک روانی با آنها لازم است این وقت. و بسیار وقت بعضی کسانی هستند که با توصیه دکتران داروهای مخصوصی برای آرام کنی عصب رو میخورند و این وقت هم میتوانند بسیار وقت سلامتی خود رو برقرار کنند، ولی همون تاثیر داروها میتواند عادت کناند، میتواند که حالت انسان رو به یک نرمی و سستی بدن بیارد که در این حالت اگر با متخصص باشد میتواند که این عارضه های آنها رو برطرف کند. آدم بیماری خود رو انتخاب کرده نمیتواند، اما استرس رو انتخاب میکند و این استرس است که بیماری رو انتخاب میکند. گفته از ایروین یالام، پروفسور روانشناسی دانشگاه استنفورد. این گفته رو شما همچون روانشناس چگونه شرح میدهید؟ البته ما برای اینکه مثلا بیمار شدن آدم ها رو نگاه کنیم، آدم ها در بیمار شدن خواهش ندارند. بله. ولی در انتخاب استرس، طبیعت آنها به همین استرس یعنی که موافق است. بله. مثلا اگر ما گیریم که آدمانی هستند که از حساب مثلا غضب حالت غضب آلود شدن، این هم حالت استرسی است، این از طبیعتشان است. مثلا آدمایی گیریم که فکر بسیار میکنن و فکرهای خود رو مثلا اگر اداره نکنن خودشون میتوانن ترسان، یا که فکرهای آنها چنان وسیع می شوند که تمام کیهان و تمام زندگی در آنها جا می شود، یعنی فکر وسیع زیاد هم، این هم یک حالت استرسی است. چرا که انسان در معنی سری او بسیار دیگر گونه های سخت می شود وقتی آدم از قعر زمین تا بگن که عرش خدا را می داند. و البته اینه که وابسته از این که البته این علم همین چیز درک کردگی است و بسیار وقت باز از لحاظ دیگر گیریم، اگر ما کودک می بینیم که دائم در دهانش هر چیز رو می ماند، همه چیز به دهان خود می سنجد، از یک رو دنیا رو با رسپتورهای لذت بفهمد، ولی در برابر این ایمونیتیت او، قوه های مسئولیت او که مثلا روبرو میشن به هر گونه باکتری و میکروب ها و ویروس ها مشق میکنند، همین طور کودک کلان که شد همین کار رو دیگر نمیکنند، چون که ایمونیتیت او که ها مشقی شد. در مسئله استرس هم آدمان با واسطه استرس یعنی که یک مشق های روانی گویا میکنند، استادگری خود را میسنجند، استواری خود را میبینند و گویا که تگ دل یعنی که زیر شعورانه آنها خوش میکنند که این آن حادثه و واقعه ها شود که آنها خود را سنجش کنند، بینند میتوانند یا نه، همین از هده همین ضرب روانی میبرایند یا نه. ما میدونیم که در خارجه برای این چیز فهمیدن یک بعضی بازی های هستند که خودشون از آشانه های بلند میپرتایند و پراشوت مثلا یا که بعضی از قنات های صنعی ساخته بالای کوه ها پرواز میکنند و برای خود یک حالت استرسی میسازند تا اینکه ادرنالین در اونها حاصل شود و یک کیفیت بگیرند. یعنی این نشان داده آن است که انسان خودش انتخاب میکند و البته استرس معین میکند بیماری را. چرا که وقتی که آدم در حالت استرس هست گرمان های حاصل میشوند که نیا آن عضو را میتوانند زیان رسانند، بعضی عضو ها را میتوانند منفیت بخشند،
بعضی عضوها رو میتونن زیان رسونن. انا همین حساب سخن این مرد بزرگ هم در این مسئله است و البته در این مسئله ها ما هم در برابری هرچند که نسبت اون دانشکده و دانشگاه هایی که آنها دارند و اون لابراتوری ها و تدخوت هایی که آنها میگذارند ما هم در برابر این بسیار کارهایی رو کردیم، از اون جمله زیدی انا همین استرس ها، ترس و حراس ها، حالت های بعدی بیماری کرونا ویروس بوده، اون من مشکلات های زیاده که انسان در حالت روانی او میشد یا که حتی حالت روانی با عضو های او آسیب دیده کسل بدنی شده است، ما میتوانیم با مشق های روانی که ما امروز کار کرد کرده ایم و برای فرهنگ ملت ما بسیار موافق هستند، میتوانیم بسیار چرا کمک کنیم و در حالت مراجعت اکثر آنها رو ما میتوانیم از حالت مشکلات بیرون کنیم. ظهورات بیماری کرونا ویروس جهان رو فرا گرفت. از لحاظ فلسفه طب شرح دادن ممکن است که چرا چنین شد؟ همین خروج بیماری کرونا ویروس در حیرت گذاشت. برای ما آدم های حربی میگویند که این از حربی ها هست. آدمانی که سیستم مثلا گویم جاسوسی هستند میگویند که این جاسوسان کردند. آدمان دیگری میگویند که این عالمان ساختند و از دست دادن نظارت او را و عقیده ها گوناگونند. به هر حال ما این رو همچون یک بیماری عصر 21 قبول میکنیم، چرا که در عصر 21 اطلاعات است و این بیماری با اطلاعات آمد، یعنی اطلاعات او از خود بیماری قوی تر بود، مانند که میگوین آوازه رستم به از رستم. برای همین البته ما دیدیم که حتی فرهنگ جهانی را عوض کرد، مصیبت های بین آدمان دیگر شدند، مسافه گرفتن و مثلا روی پوش پوشیدن و دست رو مثلا بسیار چیزا رو تازگی گیگینه رو رعایه کردن و البته این بیهوده نیست، ولی ما از طرف دیگر میبینیم روز ساعت میاد که بشریت نسبت این بیماری داروهای خوبی رو استحصال میکند و امین میدارد بشریت رو این روز دور نیست. ولی ما باز یک چیز رو میگیم، چرا چنین شد؟ سالهای آخیر، عصرهای آخیر انسان بسیار اجتماعی شد، به زبان علمی میگن سوسیالیزاسیا، یعنی که وقتی که انسان با چیزهای اجتماعی بسیار تر داده شد و شرایط اجتماعی خود رو بیشتر ساخت و اون ذخیره هایی که در زمین بودن آنها رو به گویم که نظارت و به ضرورت استفاده برد، همین طور جداشوی انسان از طبیعت سر شد و انسان خیلی با اجتماع کنانی خود خیلی از طبیعت دور شدن گرفت و بعضی حرکت هایی که ما در روی زمین میبینیم به مانندی آنکه گرین پیس و بعضی کسای دیگر که میخواهند که طبیعت را حفظ کنند به حالت مقرری و حفظ رستنی و حفظ فلورا فاون یا حفظ حیوانات، همه این برای اون روانه شده است که البته هوشدار سازند و گرمشوی که در روی زمین شده استاده است، این هم یکی از اون چیزهایی است که آدم باید هوشدار باشد که طبیعت عوض شده استاده است یا که در زیر تاثیر خود انسان یا که انسان با کارها و عملهای خود طبیعت رو به خود زید کرده است. انسان قسمی از طبیعت است. مثلا در درون انسان آفتاب هست. آفتاب در ما مثلا 36.6 گرادوسی که ما حرارتی که داریم این از آفتاب است. در درون هر یک حجره آفتاب خوردی است که غذاهای ما رو می‌سوزاند و آنها رو با قوه به انرژی مبدل می‌کند. در درون بدن انسان یک نفس است. هوایی که میگیرد تولد میشد یک نفس و هنگامی از این دنیا رفتن یک نفس است که میبرارد و البته یک مشت خاک انسان دارد و قسم زیادی انسان از آب است. اناکو تصور کنید که بسیار وقت همین مناسبت ها به طبیعت ویران میشود. انسان بسیار میکرو کلیمت ها، یعنی که اون شرایط های برای خودش میسازد که آنها همون طلبات انسان را قانع میکنند، ولی در عموم این زیان میرساند به خودی طبیعت و انا همین قوه ها چهار عنصری که انسان ساخته شده است
همین چهار عنصر امروز در بدن ما ظهور میکنند و بعضی بیماری ها رو اجازت میتن، امکان میدهند که به سرشت انسان تاثیر رسانند. و غیر از این چهار عنصر در داخل خود، یعنی که ما سرشت ما ارگانیسم از چهار عنصر است، در داخل سرشت ما هست هوش و شعور. امروز تدقیقات نمیشوند، ما نمیتونیم بگوییم که نه این هوش است، نه این چیز شعور است، این یک چیزی هست که از عالم میگوییم غیر ماتریالی. و انسان از یک اتم عبارت است، از یک اتم عبارت است، و اگر در یک خود انسان گیریم بی انتها اتم ها هستند، و کیهان هم از اتمی مانند ستاره سیاره، یعنی که کیهان هم از اتمی مانند سیستم آفتابی عبارت است. برای همین یکم آسمان بسیار کلان است و آفتابی که با نه سیاره‌ای که در اطراف او چرخ می‌زنند همگی یک گرد هم نیست در نزد گالاکتیکا های دیگر. برای همین شعور ما و انا همین شعور کیهان باید مناسبت داشته باشد، یعنی بالاتر از اجتماعیات این معنویات است که مثلا یک کتابی اگر ما گیریم کتابی جلال الدین بلخی را، مثنوی معنوی را، این معین کننده معنویات بشر است و سر خواننده ترین کتاب حالا در روی زمین است. و برای همین امروز باید انا زمانی رسیده است که باز ملت ما با جهانیان چیزی بدهد که معنویات آنها را قانع کند. این ملت قانع کننده معنویات بشریت است و در آن وقت شاید سبب شود و بسیار مشکلات های بمانند این بیماری ها و برزید آدم مثلا کم تر شود. تشکر زیاد برای یک صحبت صمیمی اوید روانی انسان در شرایط کرونا ویروس. خب بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور می شویم که مهمان امروزه برنامه موضوع روز بودند دکتر روانشناس محمودی کبیر. خوش آمدید بار دیگر. بینندگان عزیز، تا برنامه های بعدی با شما خیر خوش میکنیم. خیر، سعادت روزگار نصیبتان.